خوشحالم که بعد از مدتی که برنامه نداشتیم اولین برنامه رو با عبدی عزیز شروع میکنیم. دوستان عبدی عزیز رو میشناسن. عبدی با در حدود شاید 15 سال سابقه تدریس در زمینه عدالت کیفری و جامعه شناسی و تخصصی که در زمینه جنبش‌های اجتماعی، تئوری‌های عدالت کیفری و جرم شناسی بین‌المللی دارن، همطور جامعه شناسی تروریسم و سیاست‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه در این زمینه‌ها تحقیقاتی کردن، داره مقالاتی و کتابی در زمینه سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، تروریسم به عنوان پدیده اجتماعی معاصر و همینطور عبدی عزیز در زمینه عدالت کیفری تدریس کردن و همینطور مسئول و هماهنگ کننده برنامه‌های فوق لیسانس در رشته کریمینال جاستیس یا عدالت کیفری هستن. اگر به سایت گفتمان در لینکی که داده میشه مراجعه کنین، در مورد عبدی میتونین اطلاعات بیشتری بگیرین، در مورد بحث قبلی که عبدی عزیز داشتن. امیدواریم که این همکاری ادامه پیدا کنه و امروز در رابطه با ریاست جمهوری ترامپ و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون صحبت خواهند کرد. خیلی متشکرم و میکروفون برای شما عبدی عزیز. دوستان سلام، یه بار دیگه مرسی. من فکر میکنم آخرین و اولین، یعنی نمیدونم، سالو تموم کردیم با من، مطمئن نیستم، ولی این اولین، اگه اولین برنامه ساله که ساله، نمیدونم پرواز جان، ولی خب خوشحالم و واقعا خوشحالم که بالاخره این فرصت رو به من میدین که اینجا صحبت کنم و نظراتم رو محک بزنم. من همیشه هر وقتم صحبتم رو شروع میکنم توی این اتاق میگم و واقعا اینو از ته دل دارم میگم که چیزی نیست که بخوام راجبش بگم نظر دارم و غیره، بیشتر دارم نظراتم رو محک میزنم ببینم دوستان و رفقایی که تو این اتاق هستن، چون خیلی از بحث هایی که میشه و خیلی از سوال هایی که میشه رو واقعا من ازشون یاد میگیرم و به همین دلیل خیلی مشتاقم که همیشه صحبت کنم، چون در واقع بیشتر کمک میکنه به خودم که نظراتمو صیقل بدم، درست کنم و یا تغییر بدم و به شکل دیگه هم از زوایای دیگه هم که دوستان رفقا توی این اتاق مطرح میکنن به مسائلی که تحقیق میکنم و نظر رو بهشون دارم بیشتر بپردازم، یعنی توی این پروسه خیلی بیشتر یاد میگیرم. در رابطه با ترامپ، این پدیده‌ای که هنوزم که هنوزه الان از انتخابش یه چیزی حدود، یعنی از 8 نوامبر تا الان یه 3-4 ماهی گذشته، یعنی میشه نوامبر، دسامبر، جنوری، بعدم الان بخشی از فوریه هم گذشته، یه 3-4 ماهی گذشته، ولی اینجوری که حالا شما تو رسانه‌های گروهی میبینین، چه رسانه‌های گروهی به اصطلاح مینستریم که مثل CNN و ABC و CBS و غیره و غیره، و یعنی دست راست و دست چپ و وسط همه دنیا، نه فقط آمریکا، به نظر میاد که هنوز مردم شوکن. من هنوز از استادایی که سر توی دانشگاه میبینم صبح، ظهر، عصر هر وقت میبینمشون، هنوزم که هنوز ادعای اینی که شوک هستن میکنه، ولی خب واقعیت اینه که یه همچین چیزی شد، یعنی در واقع یه آدمی اومده رئیس جمهور شده. من خودم حالا همجوری که توی این یکی دو سه ساعت آینده صحبت خواهیم کرد، همونجوری که خواهید دید، من خودم رفتارهای ترامپ یه شاید مثلا شیوه های بیانش و یه خورده اخلاقش رو متفاوت میبینم با دیگر رؤسای جمهور و دیگر سیاستمدارا، حالا هم تو آمریکا هم توی دنیا.
ولی نظراتش و به اصطلاح سیاست های اقتصادی و سیاست های اجتماعی رو که میخواد پیش ببره، حالا علی رغم رفتارش، کلمه‌هایی که استفاده میکنه، اخلاقی که داره، اصلا متد برخوردش با دیگران، فکر میکنم نظراتش زیاد با نظرات مثلا نئولیبرالیستا و یا کسایی که توی بخوام بگم 35-40 سال اخیر در صدر قدرت بودن توی کشورهای بخصوص کشورهای به اصطلاح جهان اول یا صنعتی شده یا نمیدونم هر اسمی که میخوان روش بذارین، مثل آمریکا، اروپای شمالی، اروپای غربی و بخشی از اروپای جنوبی و غیره، فکر نمی کنم زیاد متفاوت باشه. یعنی ترامپ رو در امتداد همون سیاست ها میبینم و فکر نمی کنم مثلا سیاست های خارجیش با فرض اگر هیلری کلینتون میمد رئیس جمهور میشد زیاد فرق میکرد، سیاست های داخلیش زیاد فرق میکرد. 100% در رابطه با صحبتش و رفتارش و بالاخره حتی کردارش، یعنی عملهایی هم که انجام میده، در سطح شخصی دارم میگم، با هیلری کلینتون متفاوت می بود اگر هیلری رئیس جمهور می شد، ولی فکر میکنم سیاست هاشون زیاد با هم دیگه فرق نمی کنن. البته اینو من که میگم، اینی که من میگم زیاد فرق نمی کنن، دوستان صدا هست؟ چون مثل این که اگه صدام کمه من یه خورده بلندتر حرف بزنم، ولی فعلا تنها کاری که میتونم بکنم دیگه تکنیکی نیست، انسانیه، یعنی فقط باید بلند حرف بزنم. خیلی خوب، مرسی. و و کجا بودم؟ داشتم میگفتم که سیاست نظراتش زیاد فرق نمیکنه، فقط رفتارش فرق میکنه و اخلاقش، حالا بگیم زیر استاندارد مثلا اخلاق، حتی شاید بگیم انسانی، من میخواستم بگم استاندارد رئیس جمهوری، ولی زیر استاندارد انسانیه. ولی توی این صحبتی که میخوام بکنم بیشتر امیدوارم که بتونم نظرات خودم رو در رابطه با سیاست های اقتصادی، سیاست های اجتماعی، سیاست های نژادی و سیاسیش، یعنی نظرات سیاسیش رو بتونم بشکافم. اگرم که نتونم بشکافم، یعنی اگرم که فکر میکنین کم بودی هست، امیدوارم که بتونیم این چی بود چی شد امیدوارم که بتونیم شاید واتی شد خب رفت امیدوارم که بتونیم با همدیگه صحبتی داشته باشیم، اینی که دیگران، دوستا و رفقای دیگه چی فکر میکنن و یه گفتگویی باشه، تا اینکه فقط من حرف بزنم. چون واقعیتش خب هنوز ترامپ کاری نکرده، یعنی کاری نکرده که کارهای عجیب غریب کرده، ولی کارهای سیاسی اقتصادی نکرده که بشه عواقب دراز مدتش رو نقد زد. میشه بیشتر حرفاش رو در نظر گرفت و اونا رو تحلیل کرد، ولی هنوز به اون شکل عملی نکرد، مگه اینکه مثلا این مسائلی که در رابطه با 7 کشور مسلمون یا این چیزی که اینا بهشون میگن 7 کشور مسلمون، من هنوز نمیفهمم کشور مسلمون و کشور مسیحی و اینا، هنوز نمیفهمم منظورشون چیه، یعنی فکر نمی کنم خودشون هم بفهمن، یعنی میدونم ایدئولوژی پشتشه، ولی خب اینی که چی هست رو فکر نکنم خودشون هم بزنن توضیح بدن. ولی این 7 کشور رو خب مثلا گفت راشون ندین، بعدم اذیت شدن یه سری مردم، یه سری تظاهرات ها شد و غیره و غیره، یعنی اینا رو انجام داد. ولی حالا من تو صحبتم میگم که چرا کار مثبتی نکرده. خب آره درست، کار مثبتی واسه این حالا از رئیس جمهور برای مردم زیاد بر نمیاد که کار مثبتی بکنن، ولی حداقل ادعاشو بکنن. در حال میخوام توی این زمینه ها که گفتم، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی یه خود مذهبی هم، یعنی دینی هم، نظراشو بشکافم و حداقل راجبش صحبت بکنم. من یه سری آمار دارم که البته این آمار رو من مطمئنم که دوستان رفقا میتونن خودشون گیر بیارن، ولی من فقط میگم، فقط برای اینکه یه خورده
اینی که چگونه اشخاصی توی آمریکا طرفداری از ترامپ میتونن بکنن نظری و در مقایسه مثلا با هیلری کلینتون، و چه کسایی براش رأی دادن در مقایسه با هیلری کلینتون و حتی در مقایسه با افرادی که برای اوباما 2012 و 2008 رأی دادن. به نظر خودم این آمار به نظر خودم جالبه، چون یه مقدار تغییر کرده و تقریبا اون چیزی رو که اون به اصطلاح اون تصویری رو که رسانه‌های گروهی مطرح میکنن زیاد با این آماری که حداقل من خوندم، حتی یه مقداریش به هم میخونه ولی یه مقدار زیادیش به هم دیگه نمیخونه. ببینید، اولا که خب میدونید تقریبا کلینتون، هیلری کلینتون، حالا اگه هم بخوام میتونیم راجع به این صحبت کنیم، ولی فکر نمیکنم الان توی این بحث جاش باشه. رأی مردمی رو تقریبا 3 میلیون بیشتر از ترامپ آورد، ولی رأی الکترال رو 306 تاش رفت واسه ترامپ و 232 تاش رفت واسه کلینتون، که خب اینا فقط 278 تا لازم دارن که رئیس جمهور بشن. یعنی الکترال 306 به 306 رأیش رو داد به ترامپ و 232 به کلینتون. از کمک های مالی که شد برای به کلینتون، 92 درصدش کمک های مالی از شرکت های خیلی بزرگ بود و 8 درصدش مثلا از اشخاص معمولی، یعنی افراد معمولی بود، و 80 درصد از این 92 درصد از اون. یه بار ما این بحث رو کردیم، نمیدونم رفقا یادشونه یا نه، راجع به نئولیبرالیسم، از اون سه شاخه اصلی مالی، سرمایه مالی، سرمایه بیمه‌ای و سرمایه ملک یعنی ریل استیت شد. یعنی 80 درصد این 92 درصد از این سه شاخه سرمایه به هیلری کلینتون شد، که خوب میشه یه مقدار خیلی زیادی از پولی که بهش کمک شد. برای ترامپ یه چیزی بوده، خب مقدار خیلی زیادیش به خودش، یه چیزی 66 میلیون دلار خرج کرد، میگه از جیب خودم، و یه مقدار تقریبا شده 150 60 میلیون دلار دیگه هم بهش کمک شد، که 60 70 60 تا 70 درصد این کمک از ساختمون سازها یعنی دیولپرها بود، از صنایع انرژی بود، از منابع طبیعی بود، از صنایع حمل و نقل بود و همچنین کسب و کار در مزرعه، یعنی مزرعه دارای بزرگ بود. که خب میبینیم فرق میکنن کسایی که به ترامپ کمک مالی کردن با کسایی که عمدتا به هیلاری کلینتون کمک مالی کردن، با هم دیگه فرق میکنن، یعنی در رابطه با کارشون. تعداد اشخاصی که رأی دادن تو آمریکا در مقایسه با 2012 1% کمتر بود، و کلا کسایی که به کلینتون رأی دادن، تعداد این آدما 1 میلیون آدم کمتر به کلینتون رأی دادن تا به اوباما. تعداد سیاه پوستای آمریکا که برای اوباما 13% آرای اوباما مال سیاه پوستا بود، ولی وقتی که به کلینتون رای دادن 12% به کلینتون رای دادن، زیاد تغییر زیادی نبود، یعنی تفاوت زیادی نداشت. که توی این 12-13% که از کل آرایی که برای اوباما و کلینتون بود، برای کلینتون میشد 88% سیاها، یعنی سیاه پوستای آمریکا به کلینتون رای دادن، ولی 2012 93% به اوباما رای دادن. 2008 یعنی 4 سال قبلش که بازم اوباما رئیس جمهور شد، 92% بهش رای دادن. یعنی تعداد سیاهایی که به اوباما رای دادن با به کلینتون رای دادن فقط تفاوتش 5-6% بود، یعنی بازم این تفاوت زیاد نبود. ولی خب کلا من اینو از آمارهای مثلا
10 سال 20 سال وقتی بهش نگاه میکنین، سیاه‌پوستای آمریکا 84%، 85% دموکرات رای میدن، به اون کاندیدی در رای میدن که از حزب دموکرات میاد، و مثلا 15 16 درصد بیشتر به جمهوری خواه رای نمیدن از کسایی که رای میدن. در رابطه با ببینید، این یه مقدار طبقاتیش، حالا من منظورم این نیستش که این مسئله لزوما همه چیز طبقاتی رو نشون بده، یعنی اون تعریفی که ما از طبقه داریم، ولی این بهش میگن تو آمریکا تو آمارگیری که میکنن بهش میگن household income، یعنی درآمد هر منزل. اون وقت منزلم مثلا ممکن یه نفر توش کار کنه درآمد داشته باشه، ممکنه 5 نفر توش کار کنه درآمد داشته باشن، ولی بر مبنای درآمد منازل، یعنی اون که منزل از خانواده، یعنی فامیلی همون هاوسهولد نیست، چون هاوسهولد میتونه، یعنی اون خونه میتونه مثلا 3 نفر 4 نفر با هم دیگه زندگی کنن بدون اینکه به هم ربطی داشته باشن، ازدواج یا بچه و غیره باشه، ولی خب خانواده باید رابطه داشته باشه، یعنی یه رابطه قانونی و خونی هم داشته باشن، که هاوسهولد رو دیگه تقریبا خانواده دیگه خونه ها رو حساب نمی کنن، فقط میگن منزل یا هاوسهولد بهش خونه میگن. خب اونای منزلایی که زیر 50,000 دلار درآمدشونه، یعنی هر چند نفر که کار میکنن توی اون خونه، وقتی که من به این امریکا was great و اینا هم اشاره خواهم کرد، یعنی خواهم گفت که از کجا اومده این شعار، ولی اونایی که زیر 50,000 دلار، یعنی فکر کنین یه نفر دو نفر سه نفر توی خونه کار میکنه و درآمدشون زیر 50,000 دلاره، که تقریبا 51% کل جمعیت هستن، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت تو آمریکا خونه ها کمتر از 50,000 دلار در میارن، یا 51% کمتر از 50,000 رو در میارن. برای اوباما 41% بهش رأی دادن، ولی به هیلری فقط 36% رأی دادن. یعنی ببینید، من دارم میگم سیاها کمتر رأی دادن، بعد اینا که زیر 50,000 دلار در آوردن کمتر رأی دادن، زنها برای اوباما اتفاقا بیشتر رأی دادن، اونا هم برای هیلری کمتر رأی دادن، یعنی همه این درصدا رو هم دیگه خودشو نشون داد بالاخره توی آرایی که بود. توی خانه هایی که، یعنی منزل هایی که زیر 100,000 دلار هستش درآمدشون سالانه، که اونا فقط 17% کل جمعیت هستن، یعنی شما اگه درآمد خانواده توی درآمد یک خونه از 100,000 دلار بالاتره میشین 17% بالایی، توی این ردیف از 28% که رأی داده بودن به اوباما، 33% رأی دادن به هیلری کلینتون، یعنی اینا بیشتر بهش رأی دادن. بعد بعد خانواده‌های لاتین 71% به اوباما رأی داده بودن، به کلینتون 65% رأی دادن، یعنی اینا هم به اوباما بیشتر رأی داده بودن، لاتینا. خانواده هایی که اعضاشون کارگرا و کارمندهای اتحادیه هستن، یعنی خانواده هایی که اعضای اتحادیه هستن، که خب این باید بر مبنای خیلی از تئوری ها خب باید یه تفاوت خیلی زیادی داشته باشه، یعنی مثلا ما حس میکنیم که اتحادیه ها کلن باید یا دموکرات باشن یا چپتر از دموکرات، یعنی هم خود اتحادیه به عنوان یه سازمان، هم اینی که افرادی که تو اتحادیه هستن، و این پدیده رو من میخوام حالا بیشتر راجعش صحبت میکنم، که علی رغم اینکه کارگر هستن و حالا کارمند، کلن کارگر بیشتر اتحادیه داریم تا کارمند، بیشتر فکر میکنیم که باید به چپ رای بدن، به لیبرال رای بدن و غیره، ولی لزوما اینجوری نیست، یعنی اگه هم اینجوری هست خیلی کم خودشو نشون میده. حالا منزل هایی که اعضای خانوادهش یا اعضای اون منزل اتحادیه ای بودن، یا اعضای اتحادیه هستن،
59 درصد کلشون به اوباما رأی داده بودن ولی به کلینتون 51 درصد رأی دادن. یعنی ببینین تقریبا فقط نصف اتحادیه ها، این اون افراد، خود اتحادیه که نه، اون افرادی که تو اتحادیه هستن به دموکرات یا حالا چپتر رأی دادن، نصفشون به آدمی مثل ترامپ که حالا نه فقط دست راستی نیست، یعنی دست راستی یه مقدار تو سیاست های آمریکا دست راستی مثلا قشنگ از نظر خیلی از چیزا دست راستتر از حتی جورج بوش هستش، این نمره ای که بهش میدن که میبینی اتحادیه ها چقدر بهش رأی دادن. از 700 تا کاونتی یا بهش میگن نمیدونم کاونتی میشه منطقه یا فرمانداری، از 700 تا کاونتی که توی آمریکا رأی میدن یک سومشون، یعنی 32-33 درصدشون که به ترامپ به اوباما رأی داده بودن پارسال، یعنی 2016 به اوباما رأی دادن، به ترامپ رأی دادن. یعنی از این 700 تا 200 و خورده ایشون 210-212 تاشون به ترامپ رأی دادن، دیگه به هیلری رأی ندادن. و بیشتر اینایی که از دست دادن توی ایالت های بهش میگن ایالت های دریاچه های بزرگ یا گریت لیکس یا مید وست یا مرکزی غربی هستش، ایالت هایی مثلا آیووا و میشیگان و اوهایو و پنسیلوانیا و ویسکانسین و اینجور ایالت ها که این کاونتی هاشون توی این ایالت ها بود به اوباما رأی داده بودن، یک سومشون به ترامپ رأی دادن. کلن توی خانواده هایی که اینو یه بارم گفتم، کلن این تعداد اینجوریه در مقایسه با رامنی، ببینید 335 هزار نفر بهش رأی داده بودن ولی برای اوباما واسه ترامپ 1.7 میلیون بهش رأی دادن، یعنی میشه چند برابر، میشه تقریبا 6 برابر به اوباما رأی، به ترامپ رأی دادن توی این رأی گیری تا اونایی که به رامنی رأی داده بودن 2012. من فقط خواستم اینو بگم واسه این که بگم که میشه نشون داد که چه جور آدمایی، چه جور طبقاتی. بازم میگم طبقات، من تحلیلم اون، یعنی تعریفم از این وقتی دارم میگم تو این بحث طبقات، منظورم اون طبقه ای که ما ازش، حالا در تعریف خود من تعریفم در اتو طبقات کمی نیست، یعنی این نیست که شما چقدر درآمد داری و چقدر ثروت داری، تعریفم همون یه خود تعریف مارکسیستیه که رابطت با نیروهای مولده چیه. ولی برای این بحث من وقتی میگم طبقه، منظورم از نظر مالیه، یعنی وقتی میگم 50,000 دلار در سال، 100,000 دلار در سال و غیره و غیره، یعنی اینجوری میشه فهمید که چه طبقاتی واسه ترامپ رای دادن، چه طبقاتی واسه هیلری رای دادن و تفاوتشون با رای گیری 2012، یعنی 4 سال پیش چیه و آیا این باعث شده که، یعنی این مسائلی که ترامپ مطرح میکنه باعث شده که یه مقداری از مردم، حالا سیاه، لاتین، زن، گی، کارگر، فقیر، پولدار و غیره و غیره به سمت ترامپ بیان یا نیان. یعنی اینو از این آمار میشه فهمید. کلن کسایی که به ترامپ رأی دادن خیلی راحت میشه گفت، یعنی شما اگه تمام این سر و صدا رو بزنین کنار و این دود و مه و غیره رو بزنین کنار، یه مقدار صافتر بشه دید، میبینین اگر نگاه بکنین کسایی که به ترامپ رأی دادن همون آدمایی هستن که از نظر طبقاتی، نژادی و جنسیت و غیره، تقریبا همون آدمایی هستن که متداوما از 1980 به بعد، یعنی از ریگان به بعد، به جمهوری خواه رأی میدادن. یعنی زیاد تفاوتی نکرده، یه مقداری تفاوت کرده که اونم مثلا به اضافه و منهای 5-10 درصده، نه مثلا خیلی خیلی زیاد 20-30 درصد، که عمدتا سن بالاترا، یعنی من دارم میگم مثلا 50-55 سال به بعد، سفیدا، کسایی که توی
حومه شهر زندگی میکنن، یعنی سابرب زندگی میکنن. کسایی که از شهر تازه بیرون رفتن، اونا به اضافه طبقات یه مقدار متوسط تر، اینا همیشه که نه، یعنی اینا متداوما به جمهوری خواه رای میدادن و این زیادم تفاوتی نداشت با کسایی که به ترامپ رای دادن. یه سری تحقیقات اخیری توسط یه جامعه شناسه خیلی معروفی هست به اسم تید سکاچ پول، این اسمشو بذارم واسهتون سپل کنم اگه بتونین مطالبشو گیر بیارین، خیلی چیزای خوبی بنویسه. اسم کوچیکش هم هست یه خانمی به اسم تیدا، یه تحقیقی کرده در رابطه با تی پارتی، حزب چایی، من نمیدونم چجوری میشه ترجمهش کرد، ولی این تی پارتی حدود 2004 شروع کرد خودش رو مطرح کردن که دست راستی تر از جمهوری خواه هستش و عمدتا هم اونایی که سرمایه گذاشتن پشت تی پارتی و برای تی پارتی این کوک برادرز بودن یا برادرای کوک بودن که خیلی پول خرج کردن که این حزب شروع کنه به کار کردن. حالا نمیدونم چرا میدونین چرا اسمشون تی پارتیه، ولی یه ربطی داره به اون جریانی که تو بوستون اتفاق افتاد 1775 و غیر و غیر، حالا اگه بخواین میگم. ولی اینا تحقیق شده بودن توسط همین تید سکاچ پول و نشون میده که توی تحقیقاتش، یعنی دنبال این بودن که چه جور آدمایی میرن توی این حزب و فعالیت میکنن، طرفداری ازش میکنن. نمیدونم میدونین یا نه، ولی حزب تی پارتی از بله سر پیلن برجسته نبود، ولی خیلی تی پارتی ازش حمایت کرد به خاطر سیاستاش، ولی نشون بدن که از نظر اجتماعی چجور آدمایی هستن. چند تا خاصیت دارن، یعنی این چیزی که توی این تحقیق نشون داده میشه اینه که یک ضد الیت هستن، یعنی الیت اون به اصطلاح این چیزی که تو ذهن مردم هست از اون گروه کوچکی که خیلی پول داره و همه چی تحت کنترلش و غیره و غیره، خیلی ضد الیت هستن، خیلی ضد خارجی هستن، خیلی نژاد پرست هستن و خیلی هم سکسیست و ضد، یعنی هوموفوبی که ضد همجنسگرا. من فارسی هوموفوبی کنم نمیدونم، ما نداریم مشابهش رو، شاید داریم ولی من هوموفوبیک نمیدونم مشابهش رو داریم، ولی در حال ضد همجنسگرا هستن. این یعنی میشه 1 2 3 4 5 تا خاصیت، حالا اسمش خاصیته یا نه، ولی این 5 تا مورد رو توشون میشه گیر آورد. همین 5 تا موردی که توی تی پارتی گیر اومد به نظر من، یعنی ضد الیتن، ضد نژاد پرستن، سکسیستن و ضد همجنسگرا هستن و ضد خارجی هستن، همینا رو میشه خیلی راحت توی طرفدارای ترامپ پیدا کرد و میشه از این نتیجه گرفت که این گروهی که امروز یا حداقل الان داره از ترامپ طرفداری میکنه و بهش رأی داده و الان حتی فکر میکنه که پشتوانه سیاسی اجتماعی هم داره، چون الان رئیس جمهوری که هست توی کاخ سفید از این نظر رو برخورداره، همون گروهی است که الان یه چیزی بوده 15-20 سال در تکاپو هستش توی حیطه‌های سیاسی آمریکا و همیشه دلش میخواستش که به قدرت برسه و به نظر من الان خیلیشون حس میکنن، شاید 80-90 درصدشون حس میکنن که الان کسی رو دارن توی کاخ سفید که در هر سخنگوشون هست و میفهمه که مسائل این مردم چی هستش، که اونم ترامپه. حالا به همین اندازه من یه بخشی از صحبتام، حالا اون بخش دومشه که شاید یه مقدار مختصرتر از این بخش اول باشه، توی صحبتام خواهم گفت که چجوری توی این چند سال اخیر، نه توی این 3-4 ماه اخیر که ترامپ رئیس جمهور شد فقط، ولی توی این چند سال اخیر چجوری گروه های نجات پرست دست راستی مسیحی مسلح
رشد کردن به اونجایی که رشدشون رسیده بوده 600 درصد اضافه شده، یعنی 6 برابر شدن تعدادشون، و این هم تعداد این سازمان ها و هم تعداد افرادی که تو این سازمان ها کار میکنن. خیلی از سازمان های جدیدی به وجود اومدن که طرفداری از آدمایی مثل ترامپ میکنن و فکر میکنن الان ترامپ نمایندگیشون میکنه. حالا فهمیدیم که، یعنی حداقل اون چیزی که من تونستم پیدا کنم، که این نظرات از کجا اومده و به چی ربط داره و چه کسایی اصلا این نظرات رو دارن. یه بحث خوبی که امیدوارم امروز بشه بهش دامن زد، حالا من نظر خودم میگم، یه مقدار مختصر میگم، ولی یه بحثی که فهم کنم باید ما بهش دامن بزنیم، یه کسایی که علاقمند هستن بهش دامن بزنن، این شاید یه مقدار قدیمی بحث، ولی به نظر من این کمیت یه مقدار کیفی شده و منظورم همون آماری است که در رابطه با طبقه کارگر دادم. یعنی نظرات مختلف هست، یعنی حالا تو آمریکا تقسیم بندی میکنن، لیبرال های نظری دارن، مارکسیست های نظری دارن، سوسیالیست های نظری دارن، کمونیست های نظری، یعنی اینایی که من دارم شاخ شاخ میگم بعضی وقتا تو انظار ما اینا همه یکی هن، ولی خب گروهی هستن یا سازمان هایی هستن یا افرادی هستن که به خودشون میگن مشخصا کمونیست هستن، کسایی که میگن مارکسیست، کسایی هستن که میگن سوسیالیست، و خب براشون اینا همه فرق میکنه. حالا ممکنه تو اذهان ما یا از اون مکتب سیاسی که ایرانی ها ازش در میان ما زیاد تفاوتی بین اینا نذاریم، ولی و همیشه بگیم خب اینا منظورشون چیه از متفاوت کردن این کلمه ها، چون همه تعریفاشون تقریبا یکیه و از دل یه چیزی در اومد و غیره. ولی خب هر کدوم از این گروه ها و از این تفکرها برای خودشون یه نظری دارن که چرا طبقه کارگر، و حالا اینو میشه امروز ما میپردازیم به ترامپ و آمریکا، ولی میشه نشون داد توی تمام دنیا یا شاید تمام کشورهای به اصطلاح صنعتی شده تو دنیا که طبقه کارگرش یه مقداری از زیادی از طبقه کارگرش، همون که من الان توی این آمار گفتم، شاید تقریبا نصفش، و اونایی که به قول معروف بی صدا هستن، یعنی کسایی که رأی نمیدن، ما نمیدونیم، میتونیم تصور کنیم که طرفدار چپن، میتونیم تصور کنیم طرفدار راستن، ولی توی این آمار رأی گیری حداقل نمیشه نشونش داد. من مطمئنم و حتی خوندم که تحقیقایی هست که نشون میده که اون طبقه، اون بخشی از طبقه کارگر که رأی نمیده نظرش چیه، و مطمئنم خب توشون چپ و راست هست، ولی در رابطه با این رأی گیری، یعنی چرا حداقل یه بخش زیادی از طبقه کارگر، همونجوری که گفتم 49 درصد از اون کسایی که توی حتی اتحادیه ها هستن، یعنی اتحادیه دیگه ما میگیم، اصلا اتحادیه آمریکایی مقدار اتحادیه واقعی نیست، ولی بالاخره یه سری منافع طبقاتی خودشون میدونه، نه به اون شکلی که حالا ممکنه مارکس و مثلا چپ از این منافع تعریف کنه، ولی یه سری منافع خودشون میدونه، حداقل میدونه که به نفعشه که سازماندهی بشه، به نفعشه که از نظر کلن و با دیگر کارگرا هست که به یه سری حقوق میرسه، و نه فقط تنها و حالا مثلا با کار کردن بیشتر و درس خوندن بیشتر و غیره. چرا طبقه کارگر دنبال یه همچین تفکری میره؟ من توی مصاحبه‌ای که با هم کردن فکر میکنم یا بی بی سی بود یا یورو نیوز، ولی توی یکی این مصاحبه ها قبل اینکه بیشتی بوده 5-6 ماه قبل اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه، که من به اشتباه و منم جز اون کسایی هستم که شوک شدن، من به اشتباه گفتم، یعنی این اشتباهی است که بالاخره یه جورایی بیدارم کرد چون نفهمیدم چی شد، به اشتباه گفتم که من مطمئنم که ترامپ رغم اینکه ممکنه به نظر یه مقدار محبوب بیاد در ذهن بعضیا، انتخاب نخواهد شد و غیر ممکنه رئیسشون بشه و غیره، ولی سوالی که از من کردن این بودش که، چون من گفتم یه مقدار زیادی از طبقه کارگر طرفداری از ترامپ میکنه، این بودش که خب چرا طبقه کارگر یا یه بخشی از طبقه کارگر از یه همچین آدمی طرفداری میکنه، چون
اصلا هیچ ربطی، همون اون ضد الیت بودن بخشی از این مردم باعث باید بشه که کسی مثل ترامپ رو بهش اطمینان نکنن و نخوان بهش رأی بدن و نماینده خودشون نبینن توی برهه سیاسی. چرا اینا بهش رأی میدن؟ و من مجبور بودم که توضیح بدم که طبقه کارگر یا طبقه کارگر آمریکا حداقل چرا طرفداری از این از یه همچین آدمی میکنه. من اگه بخوام خیلی مختصر بگم، اینو مختصر میگم، حالا خودم فکر میکنم مختصره، ولی خیلی دلم میخواد دوستان و رفقایی که نظر دارن یا راجع به این موضوع فکر کردن یه مقدار نظراتشون رو بگن، باز کنن که بتونیم احتمالا یه بحثی بکنیم راجبش، یا حتی من یاد بگیرم که اون فاکتورهای دیگه ای که وجود داره تو این مطلب چی هستش. ببینید، من فکر میکنم اون مثلا اون درک کلاسیکی که ما حالا اون کسایی که یه مقداری از مارکسیسم رو یا مارکسیست هستن یا به قول معروف ما تو آکادمی بهش میگیم مارکسیان ثات، یعنی تفکر مارکسی، که از این به اصطلاح نظر استفاده میکنن که مقدار دنیا رو توضیح بدن و مسائل رو بیشتر طبقاتی میبینن تا گروهی و کشوری و غیره، درکمون اینه که شما فقط تنها چیزی که باید برات باشه که رادیکال باشی، به سوسیالیسم معتقد باشی، به مبارزه معتقد بشی و مثلا تفکر سیاسی چپ داشته باشی و به آزادی بیاندیشی و غیره، فقط کافیه که کارگر باشی. و به نظر من این فقط کارگر بودن لازم و کافی نیست، یعنی این در واقع هیچی نیست، هیچ چیزی رو نمیگه، به خصوص با به اصطلاح ضعفی که جنبش چپ یا جنبش کارگری یا جنبش سوسیالیستی تو جهان باهاش مواجهه. کارگر به تنهایی، یعنی به خودی خود فقط با کارگر بودن، لزوما این نیستش که مثلا میاد چپ میشه و فکر میکنه و رادیکال میشه و غیره، یا حالا اون چیزی که خیلی تکرار میشه و من واقعا توی این 20-30 سال بهش رسیدم که نمیشه اینو تو واقعیت نشون داد، اینی که طبقه کارگر خود به خود انقلابیه. من اینو واقعا نمیدونم، یعنی نمیشه دید، فعلا نمیشه، حالا شاید بعدا بشه دید، ولی این فرضیه رو فکر میکنم درست نیست. فکر میکنم طبقه کارگر فقط در رابطه‌ای، یعنی در موردی این رادیکالیسم خودش رو، یعنی این پتانسیل ها، به نظر من پتانسیل توش از همه طبقات دیگه بیشتر هست، ولی این پتانسیل رو فقط موقعی نشون میده که آگاه بشه و و برای این آگاهی سازماندهی بشه و براش مبارزه کنه. غیر این صورت، یعنی به نظر من همینی که ما بگیم خب اینا که طبقه کارگرن، پس چرا اومدن به ترامپ رأی میدن، چرا به دست راستی اروپایی رأی میدن و غیره، من نمیدونم، یعنی اینو نمیشه نشون داد که این واقعیت داره. و خیلی ها بحث میکنن که طبقه کارگر دچار اون به اصطلاح ایدئولوژی شده که بهش میگن فالس کانشسنس، که نی آیشو جا انداختم، ببخشید، فالس کانشسنس، یعنی اون نظر اشتباه رو قبول داره که یعنی گول خورده و نمیدونه و اینا. من فهم کنم این طبقه کارگر سازماندهی شده هستش که میتونه فکر کنه و به اونجایی برسه که آگاهی کاذب، آره ممکنه کاذبم، آره مطلب کاذب، و و و رأی نده به ترامپ و آدمایی مثل ترامپ. ببینید، اون ایدئولوژی که من میگم، یعنی این چیزی که توی این 30-40 سال اخیر به نظر من باعث شد که ایدئولوژی رو فقط دارم میگم، اصلا زمینای مادی این ایدئولوژی که خب بالاخره فراهم شد از طریق اون مثلا نیروی حاکمه وجود داشت، ولی فقط ایدئولوژی، یعنی ببینید منظورم که بحث چیه و بحث چی بود توی این 40 سال اخیر، 35 40 سال اخیر تو آمریکا و تو دنیا، که به نظر من باعث میشه که طبقه کارگر توی این کشورها اون
مثلا ماهیت یا اون پتانسیل چپ بودن و رادیکال بودنش حالا یه خوری کمتر از انقلابی، من میگم دیگه نمیدونم میشه گفت انقلابی، ولی اون ماهیت چپش رو فراموش کنه و بیشتر بپردازه به بحث غالب. ببین بحث غالب شما این نگاه بکنین توی آمریکا غالبا، من نمیگم بحثایی که وجود داشت، بحثایی که غالب بودن و هستن هنوز هم هستن، دو نوع نگرشه، یعنی متاسفانه این دو نوع نگرشه که غالب شدن. یک از طریق جمهوری خواه مطرح شد، یعنی محافظه کارا مطرح شد، و دو از طریق دموکرات ها مطرح شد. و همیشه هم توی انظار عمومی و اظهار عمومی، یعنی مردم وقتی دارن بهش فکر میکنن و راجبش میشنون، به این دو شیوه تفکر فکر میکنن. شما حتی وقتی چپ آمریکا رو هم نگاه میکنین میبینین موزه مقابل محافظه کارا و جمهوری خواه رو میگیره و فکر میکنه اون موزه درستیه. راست آمریکا رو نگاه میکنین میبینین درست موزه مقابل چپ آمریکا رو میگیره، فکر میکنه اون موزه درستیه. و این دو تفکر اینن، یکی که از طریق جمهوری خواه مطرح شد و اینم میگم با ریگان، یعنی با مشخصا با سیاست های ریگان شروع شد و این و به سه قسمت به نظر من تقسیم میشه. یکی این که مطرح میشه، یعنی اینا همه دارم میگم اینا ضد طبقه کارگر و ضد اون آگاهی طبقه کارگری است که به این نتیجه میرسیم که مثلا ترامپ رو بهش رأی میده و میخواد رئیس جمهور بشه. یکی این که مطرح میشه دلیل از بین رفتن کار خوب تو آمریکا اتحادیه هان، یعنی میگن که چون اتحادیه ها خیلی داشتن قدرت میگرفتن و داشتن حقوق کارگرای، حقوق منظورم نه دستمزدشون، نه حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق سیاسی اجتماعی کارگرها داشت بیشتر و بیشتر میشد، شرکت های بزرگ گفتن ما با این طبقه کارگری که هی مدعی و بیشتر از ما میخواد نمیتونیم دست و پنجه نرم کنیم و میریم مثلا کشورهایی که طبقه کارگر انقدر از ما حقوق نخواد، یعنی هم اقتصادی هم سیاسی، و ما بتونیم تولید بیشتر بکنیم و هم بتونیم سود بیشتر به دست بیاریم. این یه بحث بود، یعنی در واقع میندازه تقصیر از کار، از دست دادن کار رو تو آمریکا به گردن اتحادیه‌ها و اتحادیه کارگری. دو مطرح میکنه که دولت آمریکایی شرکت‌های بزرگ رو به شدت زیاد ازشون مالیات میگیره، که نمیدونم میدونین ولی توی دهه 50 و 60 و 70 تو آمریکا مالیاتی که از شرکت‌های بزرگ، یعنی اون شرکت‌های 500 تا مثلا کشور، شرکت‌های بزرگ این آمریکایی حدود از 90% تا 70% بود، یعنی مالیات خیلی سنگین بود. مطرح میکنن که این شرکت ها رو ازشون زیاد مالیات میگیرن. میشه دلیل دومی که ما میخوایم بریم از دید این شرکت ها، میخوایم بریم خارج از آمریکا و تولید کنیم. دلیل سومی اینه که مهاجرین غیرقانونی که میان توی آمریکا، از اونجایی که همین که نمیدونن حقوقشون چیه، همین که غیرقانونی هم هستن، دست به کارهایی میزنن که خیلی سخت هستش و در این حال دستمزد خیلی کمی داره. چون میلیون ها از این آدم ها هستن که برای دستمزد کم کار میکنن، این خودش باعث میشه که این کارهایی رو که آمریکایی‌ها قبلا میکردن از دستشون بگیرن و بدن به، یعنی شرکت ها از آمریکایی‌ها بگیرن بدن به خارجی غیرقانونی. یعنی ببینید این سه تا عامل پس مختصر میشه، یک این که اتحادیه‌ها وجود داشتن، شرکت‌ها مجبور شدن برن، دو این که شرکت‌ها مالیات سنگین میدن و نمیتونن میرن جایی که این مالیات نباشه، و سه این که خارجی‌ها غیر قانونی کارهایی رو میکنن که کار میکنن و دستمزد پایین دارن و این آمریکایی‌ها رو کارشون ازشون میگیرن. این جنبشی که میگن مکزیکی ها نیان، یا ترامپ میگه مکزیکی ها نیان و بهشون فوش میده و میگه مثلا جنایتکار هستن و غیر و غیره، همش در این رابطه است از این نظر. خب این میشه بحث، این سه تا چیزی که گفتم میشه بحث
محافظه کارا، یعنی میشه مثلا ریگان ها و بوش ها و غیره و غیره، حزب جمهوری خواه و دست راستی ها محافظه کارا. در مقابل این ما سیاست های سوسیالیستی و مارکسیستی و چپ و غیر و غیره نداشتیم. در مقابل این سیاست های دموکرات ها بود که میشد مثلا لیبرال. پس ما داریم این دو جناح رو هنوز، یک لیبراله که دموکراتان و دو محافظه کاره که جمهوری خواهان. لیبرال ها بحثشون این بود، یعنی اصلا وارد این قضیه که شرکت ها مالیات میدن و کارگرا اتحادیان اینا نمیشدن، وارد این بحث میشدن که جهان کار تغییر کرده و ما امروز باید اقتصادی رو که توی آمریکا هست از یه اقتصاد صنعتی تبدیلش کنیم به یه اقتصاد معلوماتی، یعنی مثلا چیزی مثل IT Information Technology، یعنی با کلن باید ماهیت این طبقه کارگر کارمند رو تغییر بدیم و از اون شکل صنعتی درش بیاریم و دوباره درس بخونیم، دوباره یاد بگیریم که چجوری این اقتصاد رو به یه شکل دیگه بکنیم و بتونیم رقابت کنیم با کشورهای دیگه، با شرکت‌های خارجی و غیر و غیر. بازم این میندازه کار رو گردن خود طبقه کارگر و خود طبقه کارمند، یعنی میگه شما الان باید تغییر بدین خودتون رو برای اینکه خودتون رو وقف بدین. اگر نگاه بکنین از دهه 80 نلزومن ولی اوایل دهه 90 یه جنبشی توی آمریکا شد، حالا من اسمش میذارم جنبش، در واقع جنبش نیست، یه پدیده اجتماعی شروع شد توی آمریکا که هل داد خیلی از آمریکایی‌ها رو، یعنی طبقه کارگر و کارمندش رو، یعنی واقعا میگم هم کارگر هم کارمند، یعنی هم به قول معروف یقه آبی هم یقه سفید، بلو کالر و وایت کالر، که اینا شروع کردن رفتن به اینکه معلومات بیشتر، یعنی رفتن دانشگاه، رفتن این هنرستان ها به اصطلاح که بهشون مثلا تصدیق یا کولر یا ماشین یا هر چیز الکترونیک یا مکانیکی رو بهشون میدادن، چون فکر میکردن یک کمبودی توشون هست که باید خودشون تغییر بدن. این حرکت اجتماعی، یعنی پیش به سوی تحصیلات بیشتر، شما اگه بخواین آمارش رو نگاه بکنین ببینین ناگهان تو دهه 90 شروع میشه، به خصوص اوایل اواسط دهه 90 شروع میشه، به شدت تا 2014-15، یعنی تا یکی دو سال پیش به شدت این ادامه داره و همه دارن میرن دانشگاه. همه مثلا من سر کلاس هم یادم میاد، حتی توی مرحله لیسانس، حالا فوق لیسانس و دکترایی چی، ولی تو مرحله لیسانس مثلا دانشجوهای 30-40 ساله داشتم، تو مرحله فوق لیسانس دانشجوی 50-60 ساله داشتم، یعنی میان که درس بخونن، معلومات بیشتر کنن، مدرک بگیرن و غیره و غیره و بتونن اون تغییر رو که دموکرات ها مد نظرشون بود بدن به خودشون و بتونن با این اقتصاد جدید که اقتصاد صنعتی نیست بلکه اقتصاد معلوماتیه خودشون رو وفق بدن و بالاخره یه درآمدی داشته باشن و زندگی کنن. بعد این دوتا نظر، یعنی این چیزی که دموکرات ها گفتن که باید تغییر اقتصادی داده، اون چیزی که جمهوری خواه گفتن که تغییر کارگر و مالیات و غیر قانونی و خارجی و غیره هستن، مدام توی این 35-40 سال اخیر فقط این دوتا نظر غالب بود و نمیشد هیچ چیز دیگه ای وارد این دوتا بحث کرد، چون خود رسانه های گروهی هم فقط توی این دوتا مورد متمرکز بودن و حتی متاسفانه بخش زیادی از چپ و بخشی از حالا چپ های و طیف های مختلف چپ توی آمریکا، حتی من فکر میکنم دنیا هم دنبال این بحث رفت، به خصوص دنبال بحث دموکرات ها که ما اقتصاد تغییر کرده و باید. من حتی بعضی از مارکسیست ها، حتی مشتری ایرانی رو من خوندم که به این معتقد بودن که اقتصاد تغییر کرده و طبقه کارگر باید خودش رو با این جریان وفق بده و بعد سازماندهی بشه و غیره. حالا چرا اینو گفتم؟ برای اینکه نشون بدم که اون بحثی که طبقه کارگر آمریکا اون یا حالا دنیا اون مهلت رو نداشت و اون شرایط رو نداشت و نداره امروز هم که به یه جایی برسه که آگاه بشه و مثلا بفهمه که ترامپ واقعا به ضدش هست و به ضررش هست،
نداشت این شرایط رو. واسه همینم نمیشه اتوماتیک گفت ای چقدر متعجبیم ما که طبقه کارگر مثلا طرفداری از ترامپ بکنه یا جناح راست بکنه. رفقا من حقیقتش خود دهنم خوش شد، بذارین یه بریک بدیم، اگر سوالی هست، نظری هست، چیزی هست دوستان و رفقا مطرح کنن تا بپردازیم به بقیه بحث، بخش دوم و حالا سومش. خیلی خوب، مرسی. فعلا مایک آزاد پرواز جان تا نوبت بعدی. خیلی ممنون عبدی عزیز، خسته نباشین. دوستان همگی خسته نباشین، امیدوارم صدای من برسه. خب من بهروز و دستش رو میبینم در نوبت، ولی قبل از اون اگر بهروز اجازه بده من یه قطعه موسیقی پخش کنم، عبدی هم استراحتی بکنن و بعد از اون با سوال بهروز عزیز شروع میکنیم. و عبدی جان شما اگه بازم صحبتی دارین با کمال میل گوش میدیم و تونیم باز در هفته های بعد هم ادامه بدیم. خیلی متشکرم. See us in the morning, come out of the shadow. Workers look a lot like me. Work in the back rooms, the kitchens and the laundries, the places you don't see. We do the work nobody wants to. Live a better place to be. Oh, you just want us hidden in the shadows, in the place you made for immigrants like me. Need to make money to send home to our families. From our journeys we've got debts to pay. So we work where we have to. We do what we need to make it. There is no other way. But we know just what you're doing. There is no mystery. No papers, no rules on how you treat us. In the place you made for immigrants like me. Up there on your high horse, you call me illegal, but I have hurt no one. All of the venom, you say I should not be here, but then how would all this work get done? We do so much to make this country go, but our work you do not see. Oh, you just want us hidden in the shadows, in the place you made for immigrants like me.